سفارش بدم خانم پینازو. وای وای سفر خب راستش البته پیشنهاد وجب بود. ما فکر کردیم از تمام کسایی که توی ساخت و مرمت ساعت کمک کردن یه تابلو یاد بود بکشیم تا آیندگان بدانن که این برد ساعت تاریخی حاصل زحمت چه کساییه. اصلا معلوم از کجا از چی خانم پینازومه چی نگاه میکنی؟ من یعنی من مبهوت این فرمایشات شما شدم. چه درایتی یعنی وای وای چه ایده ای واقعا بدون شما این برگه یعنی تو باشه خانم نمیخوام هیچ کسی از قلم بیافته. بله بله حتما اول خودمو میکشم که از قلم نیفتم. بخور سود داره بجب جان یادت نره پینازو خانم تو رنگامیزی ساعت بعد از آتش سوزی نقش مهمی داشتن. بله بله همینطوره. آره دیگه ببینم چی کار میکنی خانم پینازو. خب دیگه وجب بریم ولی اگه میشه از راه بالایی بریم. ها خانم پینازو خانم پینازو بزن جو یالتون باقر جناب پولکی از همین امروز شروع میکنم. ببخشید میخوای من تو نقشیتون نباشم؟ من که کاری نکردم آخه. واسه سر جات دیگه این همه کار کردی واسه ساعت. زمانی ما که از این خبر ها نبود که میگفتن خوب نی نقاشی آدمو بکشن شگم نداره نحسه. ببینم نقاشی کیا شگم نداره بکشن. ایچی بابا داشت میگم نمیتونن نقاش جناب عالی رو بکشن انقدر تون میری ها نمیتونن بکشن. وای اینجا چه خبره؟ این دیگه چیه؟ تابلو یادبود ساعت. به قول جناب پولکی آیندگان باید بدانن چه کسانی در راه اندازی ساعت زمین بودن. وای یادبود ساعت برم به همه خبر بدم. آره برو بده. امینم این بیاده بابا چرا من خبر نکرده؟ ادی از شما ها برو عقب قرقر خان. شما اون وسط چی کار میکنی؟ یعنی چه؟ من تو اون ساعت زهین بودم اونه هار اون عقرب کوچیکه اصلا منه اگه نمیدونی بدون. بارون برو کنار. تو چی کار کردی برای ساعت؟ بابا جون اگه بارون نبود کی میخواست ساعتمونو بیاره تو برکه؟ من میخوام بدونم این قرقرو تو عکس چی کار میکنه؟ خب منم واسه این ساعت زحمت کشیدم. آخه تو نمیتونی تو عکس باشی. تو غیر از مسخره بازی کار دیگه ای مگه بلد هستی؟ چی میگی؟ اینجا رو بساب اونجا رو بشور باید تمیز شه خوبه خوبه خوب. جارو رو بردار اون تیو بردار اونو بشورش توی همین جور. اینجا رو بساب اونجا رو برو باید تمیز شه خوبه خوبه خوب. بجنبین بچه ها اگه میخوای مام تو اون تابلو باشی باید همه جا رو تمیز کنی. مگه نمیخوایم بچه هاتون به ننه بزرگشون افتخار کنن؟ ایوا این دیگه چیه ننی؟ اینا دیگه چیه؟ این یک شجرنامه است جانم. یعنی چی؟
این نشان میدهد که بابا غوری پسر گرمغور خان بزرگ و خانم کوچک بوده. یا یکیشان نشان میده که بابا غوری یه برادر و دو خواهر داشته که یکیشان بچه داشته و دوتاشان نداشته. کدومشون بچهش نمیشده؟ ای بابا زنجا قد خانم ها بچاره ها تلف شدن دیگه. راست میگه بای سر مرده که حرف نمیزنن شگم نداره. بگذاریم جانم. یا مثلا اینجا نشان میده که قرقول ها آره دیگه این باید قرقرود باشه دیگه، یعنی این که سبزه و گلونه امکان نداره. نه امکان نداره. چی امکان نداره ها؟ بگو دیگه قرایی بانو، بگو بانو بگو. یا این که قرقرود پسر عموی سبزه و گلدانه باشه. چیه بابا علفه واسه شما هم هست اینجا پاله بفرما. دماغشون که این همه قد و هیکلشون هم همینطور. قدشون هم بی خاصیت ها بی مصرفن. حکایت من شده حکایت هم یاروی که بین این همه آدم حسابی ببین کی شده فامیلش. دخترمو گلدونم اینجاست. دخترمو شانس ما را میبینی از آبه آسمونیشم صاف کمون نمیکنه تو سری ما بس که این موجود نسته. یواش یواش با تو هم پس حواست باشه ها، حقتو باید از سبزک بگیری، این ساعت کم چیزی نیست، از این به بعد مال تو هم هست. ببین سبزکو یه شب شده واسه من آقا سبزک و سبزک خان و سبزک جان و چه میدونم. حالا واقعا این پسر عموی ماست؟ چیه هست دیگه؟ میخواین حق این بیچاره رو بخورین؟ آی ای ساعت چقدر برای من مهمی، ای ارثیه ی خانوادگی من، ای افتخار بیشه. آخ چه زحمتی کشیدم تا بتونم این بیشه رو متحولش کنم. چی داری میگی واسه خودت همینطوری؟ چه زحمتی کشیدی تو؟ آی پسرمو پسرموی گلم. آمدم خبر شدیدم خودم رو رساندم، نکشیدم دیگه رو. قرار برود فلش کن سبزک و خفش کردی بابا جان. خیلی خوب، میدونین خیلی خوبه، البته یه کمی هم عجیبه. چیش خوبه آخه جناب پولکی؟ ایشون داره میگه ساعت ارثیه خانوادگی اونم هست. ببین گلدونه عزیزم، اگه قره قرود پسرموتون باشه، اگه این شجره نامه درست باشه، اونم توی این ساعت سهمی داره دیگه. خوب ببینم درست میگه بجم؟ بله درست میگم. این درست میگه من اون نقشه شجره نامه رو. ای بابا چی نیفهمم که بدون اینکه ببرش کنار. اصلا تو خود چی میگی وجب؟ بالاخره تو یه جمع کارگاهی هم داری دیگه، مگه نه پسرم؟ آم بابا چی؟ الان کارگاه اتفاقا خودم قبلان رو مطالعه کردم، به نظرم مورد تایید قربانت کردم. خب دیگه پس حرفی نیست. پسرم و جانی هیچ وقت تنها نمیزنم قول میدم. پرش رو خفش کردی چلونیش که؟ قضیه حل شد. قرقرود پسرموی سبزک و گلدونه اعلام می شود. داده سبزک جان، قرقرود وظیفه داره از این به بعد تو ساعت به کمکم کنه. تازه قربان از بتالت و بیکاری هم در میاره بیرون. بله ولی من کمک نمیخوام. چون هنوز داغی پسرم و حالیت نیست، من باید کمکت کنم حتما. تو این عکس ها نه عکسی از برادر بابا غوری هست، نه نشونه ای از این قره قرود. به نظرت میشه از چیز پرسی؟ از بابا غوری؟ خب آره دیگه. آره به نظرم فقط اون میتونه به همون کمک کنه. چرا به عقل خودم نرسید؟ من زودتر باید ببینمش. شب بخیر، من خودم اومدم. میدونستم تو این بالو خودت میای دنبالم پسرمو. سلام دخترمو، چه خونه تر و تمیزیه.
این دیگه چیه؟ چی؟ این؟ چیزی نیست، وسایلمه. میدونی که من توی این برکه خونه درست حسابی ندارم که الانم که فامیل شدیم با خودم گفتم توی شرایط و شب سرد بیام خونه فک و فامیلم. دیگه اون روزا تموم شد، روزای چشم انتظاری. میدونم تو هم مثل من یه جورایی بیقراره. حالا بعد این همه سال من و تو به هم رسیدیم، توی آینه یه چشمات عکس هم دیگر رو دیدیم. راستی شام چی داریم دخترمو؟ ای بابا من که از اینا دوست ندارم. گلدونه اون مهمون ماست. بابا عجب جای اینجا. جناب فرمان؟ بله. اگه گفتیم پیچ مولان مال کجاست؟ اکشن تونه بگیرم. کمک میکنم بابا. انگاری باورت شده که میتونی هر کاری که دلت میخواد بکنی. آهان دیدی بهم گفته بودن که تو چشت دنبال یه ذره سهم منه ها. کدوم یه ذره؟ چی گفته این حرفا رو؟ چی؟ جناب پولکی اصلا میدونی چیه؟ الان روشنت میکنم. هی ما چی نمیگیم این پسرمونو احتیامشو داشته باشه 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 دور برمیداره بس من. این دیگه چیه؟ این برطرف کننده ی این مشکله. چی کار میخوای بکنی قره قرون؟ فقط نگاه کن. این دیگه چیه؟ از حالا به بعد هر کی توی یه ذره جای خودش، اجازه نمیدم این طرف بیای، فهمیده؟ یعنی چی؟ من از خسن زک، بذارین طرف تموم بشه، بعد یه فکرم واسه اون طرف میکنه. آخه فرمون خواه، نگاه کن. فهمسته. ای آتیش! نه ترس، من توی یه ذره جای خودم هستم، کاری با تو ندارم که. چی شده؟ چیزی میخوای کوکو؟ فقط یکم آب میخوام. باشه قناری. کار تعطیله، بیرون! تعطیله!
اصلا معلوم هست اینجا چه خبره؟ زدی ساعتو ترکوندیش، این از بعض چختنده هاش، اونم از کفش که اون دیوونه روش آتیش روشن کرده. آخه من چه غزه باید ارسه این ساعتو بخورم؟ ولی این اصلا تقصیر من نبود. تقصیر هر کی که میخواد باشه، اصلا شما پسرم وی نداری که الان بخواد توی ساعت قرد نکشه و مدعی باشه، فهمیدی؟ مگه شما میدونی؟ ای خدا، ده بار بهت گفتم که من روحم کن ذهن نادون. آره آره راست میگین، ولی خب اون مدرک چی؟ شجره نامه؟ مدرک؟ اون شجره نامه احمقانه قلابی که جوجو کشیده شد مدرک آخه؟ چی؟ جوجو کشیده؟ بله، اون شب خودم دیدم که اون نقشه رو گذاشت تو چاله. حالا باید چی کار کنی؟ اون چاله شد دستای منه. بگی اینو بخو. اینم هوشاوره؟ نخش؟ خب پس واسه چی خوبه؟ خوبه، حالا بگو قورباغه ها قارقار نمی کنن. قورباغه ها قارقار ای وای صدا با میدونستا فقط پسرهای خونواده ما و خوردن این دوله های کاج اینجوری میشن و صداشون میگیره. واقعا اینطوری میتونم ثابت کنم که قرقرود پسرموی من نیست؟ دیگه من نمیدونم، خودت میدونی. یکم اون مخته به کار بنداز بچه جون. بیا اینم تخم کاج. خدا رحم کرده که تخم کدوی هوشاور خوردی. راستی صدای من کی خوب میشه بابا قوری؟ پاسوب درست میشه، نگران نباش، صدام کی خوب میشه. سچوت لطفاً این جلسه رو به درخواست سبزک و خواهر محترمشون برپا کردیم، خواهش میکنم. من پدرم، پدر بزرگم و همه پسرهای خانواده ما با خوردن این دونه کاج صدامون تغییر میکنه، یعنی یه جوری میشه، خشدار میشه. حالا اگه قرار بود با خوردن این دونه کاج اینجور بشه، یعنی پسرموی ماست و مثل من و گلدونه سهم داره. منافق قره خروت. آره بگو موافقم، بعد از خوردن صدا تو عوض کن. اینا چقدر سادن. چی میگی زوزو؟ من موافقم، میخوام بدونم کدوم دونه کاج میتونه منو از دخترمو و پسرمو نازنینم جدا کنه. بدین من میخورمش با تمام وجود. جدی؟ بدین بذاره دهنش ببینم میخوره. خب حالا بگو قورباغه ها قارقار نمی کنن. چیزه؟ قورباغه ها قارقار نمی کنن. دیدین صداش عوض شد؟ پس پسرموشونه. آره گوش کنید دوستان، گوش کنید. قره قورت نمیتونه پسرموی سبزک بشه. چیزی که قره قورت خورد دونه ی کاج نبود، دونه ی بلوط بود. نه این از عادلانه نیست، شما دست به فامیلی رو درست به جا نیاوردید. نه این خیلی بی انصافیه، الان حکایت من شده حکایت او. یعنی بس دیگه، اینقدر ادا در نیار، بازی دیگه تموم شد. راست میگه قره قورت جان، از این به بعد نیازی نیست شما برید تو ساعت، فهمیدی بابا جان؟ بله خسته نباشی. وای برو اونور، برو اونور، این دیگه چیه؟ مریض میشم من. چه اینطوری شدم یو آخ؟ هی 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 ای پدر سوخته، این همه سال تا کجا بوده ها؟ من تو برکه. این قره قورت پسر شماست؟ نه خیر. آخه نه به منه، نه به گم شده. نه به شما. Yeah.
چرا میزنی آخه؟ میزنم، بازم میزنم. پسر سر به هوا، چی تو رو تربیت کرده؟ دور تنبلی دیگه تموم شد. بخیر نه، بادا بادا بینم، یا نسلک نکن بگم بینم. وقتی خدا بخواد چیزی درست بشه و تو هم تلاش خودتو بکنی، حتما درست میشه، حتما.